رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید. شما آقای فرهنگ هولاکویی هستین؟ بله بفرمایید. های، من از استرالیا زنگ میزنم. بعد 22 سالمه، مامانم خیلی اعتقاد داره که من دپرشن دارم، ذهن خیلی کانفیوزی دارم، خودم هم اصلا خبر ندارم. گفته که به شما، با شما صحبت کنم، شما من رو راه نمایی میکنی. خب حالا من یه پیشنهادی بهتون دارم. ببینید، احتمالا شما، اولا مادر شما قرار نیست که تشخیص بدن و این حرفا رو بزنن. این کار کار مادر شما نیست، این کار کار یه پزشک و یه روانشناسه. بعدم شاید شما را... من حرفی ندارم باهاتون حرف بزنم، خیلی هم خوشحال میشم، ولی اگر به زبان فارسی راحتید، چون این برنامه به زبان فارسی است، ولی میتونید فردا همین موقع جمعه بین 4 تا 6 به وقت ما البته زنگ بزنید. برنامه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویی است، به زبان انگلیسی راحت اونجا حرفتون رو بزنید. اگر میخواید با من فارسی من حرف بزنید. میخواستم به پسر شما زنگ بزنم. آقای دکتر، پدر مادرم میگن نه، من باید با شما صحبت کنم. خب پدر مادر شما برای چی؟ نه، من لنگویج ایشو ندارم، یعنی بسیار عالی. حالا خیلی پس خوب. بذارید، پس بذارید عادی. من از این بابتم خوشحالم. به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟ من تک فرزند هستم. خب چه مدتی است استرالیا هستی؟ گریت فیفت. چقدر عزیز؟ نفهمیدم. وقتی که کلاس پنجم بودم اومدیم و درس، یعنی ده، حدود ده سال قبل، حدود ده سال قبل، یازده سال. اوکی. پدر و مادر چند سالشونه؟ مامان 55 سال، پدر 61 سال، اینا دکترن. اوکی. به من بگید که خب قصه این که میگن شما افسرده اید یا کانفیوزید و اینا از کجا میاد؟ یعنی خود شما اصلا خب همچین چیزایی رو قبول دارید؟ خب من برایت نبودم آقای دکتر، وقت درس میخونم اصلا برایت نبودم. اصلا یعنی مام چی؟ خودش میدونه، همش به من میگفت، میگفت تو اصلا اسمارت نیستی، خیلی شبیه امهاتی، راست میگه، همه اینا راست میگه. نه از کجا راست میگه؟ نه نه صبر کنید. خب شما از کجا به این نتیجه رسیدید؟ اگر پدر و مادر شما پزشکن که معمولا بهره هوشی بالایی دارن، دخترشون هم بهره هوشی بالا رو داره، چرا نداره؟ نه این میگفت شما، من اصلا شبیه اونا نشدم، حتی ظاهرم هم راست میگه، ظاهرم هم شبیه مادرم نیست، بیشتر شبیه امه هم هم. و یعنی حالا امه های شما چه اشکاری دارن؟ خب خیلی خوشگل نیستن، های اچیوه نبودن، هر دوشون معلمن، اصلا باور نمیکنم. آدم های خوبی هست. من اصلا باور نمیکنم. آخه این چه برچسب هاییست که میزنن؟ میدونم جواب این سوال من رو ندارید، ولی بذارید، چرا فقط یه دونه بچه پدر مادر شما بردن؟ نمیدونم، هیچ وقت به من جواب ندادن. حتی وقتی که ما اونجا بودیم بک هوم، همیشه فکر میکردم نکنه اینا منو اووردن، بزرگ کردن. خیلی مادرم خشمگین بود، خیلی عصبانی بود، و وقتی که من اومدم اینجا منو بردن یک های استاندارد های اسکول گذاشتن، اصلا من نمیکشید با اینا، نمیکشیدم با بچه های. خب اشتباه بسیار بزرگی. بچه ها باید برن توی مدرسه ساده ای که اونجا بدرخشن، بشکفن، نه اینکه بشن. خب اینجا اشتباه بوده، یه بچه تک اووردن بردن یه مدرسه ای که فرض کنید مدرسه استثنایی و آدم های باهوشه، که اونجا چی کار کنید که شما باهوش بشی؟ خب شما باهوش که هستید. درد همیشه به من میگفت، میگفت لذت نمیبری، اصلا واقعا لذت نمیبردم، واقعا اصلا HSC هم آقای دکتر اصلا ادامه ندادم. حتی برام اومد یعنی ادمیشنی اومد برام از یه سیدنی یونیورسیتی، ولی من میدونستم که نمیتونم و ول کردم، مستقیم رفتم کار کردم، رفتم تو فایننس تو یه دیلرشیپ با دوستام، اینا خوب بودیم. حالا همش به من الان میگم دارم دپرس میشم، من وقتی میام خونه خب خستم، میخوان که من بشینم سر میز، بعدم وقتی میشینم با هاشون آقای دکتر انقدر جاج هست، انقدر اینتروزیوه مام،
میخواد از همه چی سر در بیاره، بعد میگه چرا با من حرف نمیزنی. خب شما قرار نیست با ایشون حرف بزنید، برای که در یه ساعت نیستی، شما از گفتگو با ایشون احساس آرامش و امنیت و لذت نمی کنید. هر کسی که احساس امنیت آقای دکتر، بعد وقتی بهش میگم ناراحت میشه، میگه من مادرم بشن. چطور من نمیدون؟ میگم شما کمک من نمی کنی. اصلا مادری یعنی چی؟ من به صرف مادر صبر کنم، من به صرف مادر بودن که مهندس و دکتر و وکیل و اینا نمیشم. مادری مادری، ولی اینقدر مادران خودخواه و نادان هستن و اینقدر آسیب میزنن که من چرا همین یک شنبه کنفرانسی که دارم میخوام بگم آسیبی که بیشترم از جانب مادراست، بین تولد تا 8 سالگی به مسائل جنسی کودکان که نمیدونم مثلا 5 تا اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر رو به وجود میاره. برای ما اگر 100 تا مریض داریم 90 تاش به خاطر این است که پدر و مادر نادان خودخواه و نامهربانی داشتن. یعنی چی به صرف مادر بودن و پدر بودن، به صرف اینکه نیت من خوبه، آرزوهای من خوبه، امید من خوبه، که کسی درست نمیکنه. بس بیماری از کجا میاد؟ بیماری تقریبا میشه گفت بیش از 70-80% مال زیر 8 یا اگر بگیم حتی 90% مال زیر 12 سالگی. خب بنابراین اینا پدر مادر به صرف اینکه من پدرم و مادرم و خیر تو رو میخوام، خوبی تو رو میخوام، سلامت تو رو میخوام، که منو سالم نمیکنن عزیز. نه آخه این نگاه نگاه درستی. بگو عزیز. آقای دکتر یه چیزی بگم، بعد من بهشون میگم شما استیبل نیستی، شاید شما احتیاج به کمک داری، عصبانی میشه. خب نباید عصبانی میشه. من میرم تو اتاق خودم. صبر کن دختر، صبر کن. تو اگر با من آشنا باشی که خوشبخت نیستی. من حرفم اینه، هیچ پدر و مادری حق ندارن هیچ وقت با بچه عصبانی بشن. خشمگین میتونن بشن، anger is a feeling، ولی عصبانیت is aggression، نمیتونن عصبانی بشن. حق ندارن عصبانی بشن، حتی یه بار عصبانی میشن. یعنی چی؟ ما همچی دنیایی رو نداریم. پدر و مادر باهوشن، آگاهن، دانان، باید راه برای حل مسائل پیدا کنن. مثل من در بخوام باز کنم باز نشه، لگد بزنم بشکنمش. من در تو باهوشی میبینم نه بیهوشی، ابدا کاملا دختر باهوشی هستی و توانا. شاید مثلا کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی داری، یعنی ADD داری، که اونی که سبب میشه. مثل این که من به تو در یه شب تاریک کتاب بدم، خب منو نمیتونی بخونی، باید نور باشه. ببین عزیز، به نظر من تو رو قراره قبول کن و ازشون خواهش کن که تو رو پر روی یه روانشناس خانم ببرند برای ارزیابی، ایوالویشن، فقط ایوالویشن. برو ببین اونا به تو چی میگن. من اصلا در تو هیچ کدوم از اون حرفایی که به تو زدن رو نمیبینم، ولی متاسفانه تو رو به اینجا رسوندن که من باهوش نیستم، من خوب نیستم، من کار درست نمیکنم. خب وقتی هم پدر و مادر که خدای ذهن و زندگی ما اصلا این حرفا رو میزنن، دیگه از من چیزی باقی نمیمونه. من به تو میتونم بگم که من با بچه هم عصبانی نشدم. من به تو میتونم بگم دو تا بچه بزرگ شدن یک بار بهشون حرف تند بد نزدم، یک بار. همه این کارا رو این مام با من کرد. من با داد خیلی کانتره، خیلی میفهمه منو، ولی نه خیلی مادرم خیلی. من یه دفعه یادمه که گریدم پایین بود، اصلا تا یک هفته نه با من حرف زد نه هیچی، تیوتر گرفت، ولی من نخواستم بخونم، بهشم گفتم نمیخونم. عزیزم من وقتی بچه هم کوچیک بودن میگفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم، اوریج. اصلا من نگید شما خوبید، دفعه ثابت کنید خوبید، اوریج. من با اون راحت دارم. نه ما اشکال جدی داریم عزیز. اگه دلت میخواد، نمیدونم چی به تو بگم، اما اگه دلت میخواد میتونی ما نرف بزنی، ولی من در تو الان مشخص دارم میگم من اصلا بیهوشی نمیدونم. ولی اینکه تو من بگو چرا مشکل داری برای خوندن درس، میشه من بگی؟ اونا خیلی اسمارت بودن، مثلا یه دونه متنی اومد فوری اینا جواب خب بودن. من راجع به گذشته رو میگم، من راجع به الان دارم میگم. الان تو اگر بری دانشگاه بری تو نه الان کجایی؟ تو از نظر درس کجایی؟ من همین HSC رو خوندم و فایننس، یه دیپلمای فایننس گرفتم، به عنوان بروکر کار میکنم. چرا نمیری بری
بیزینس بخونی، بیزینس ادمنستریشن بخونی، اکنامیکس بخوری بخونی، هرچی فایننس بخونی، چرا نمیری یه بچلر دیگری بگیری؟ یعنی شما میگه اگه این کارو کنم این دست از سر من برمیداره؟ من میگم معرفم این است که یک دست از سرت برمیداره، دو تا ثابت میکنی که دکترات هم به راحتی میتونی بگیری. نه من نمیخوام بشین ثابت کنم از قضا. من آقای دکتر میخوام این بدونه من مثل عمه هامم چرا نباشم. عمه های من آدم های بسیار خوبی هم. من نمیخوام مامانو حفظ کنم ها، من خیلی دوستش دارم. حالا من برمیگردم میگم تو خیلی بدجنس و بدی، یعنی ببین حالا دیگه بدجنسی تو چرا نشو بیدیم؟ و عمه های تو خوبن قبول، ولی همون عمه های خوبه تو هم میتونستن دکترها داشته باشن بهتر باشن. نه؟ اما آقای تو خوب خوب من صدر این فقط میخواد شعاف کنه آقای دکتر، میخواد مثلا بگه دختر من اینطوری. من هزار تا چیز دیگه دارم. من تو این سن یه یونیت خریدم برای خودم، یک خوابه زیاد گرون نبوده، پولشم قسمت اولیشو داد داد، الان خودم دارم قسمتشو میدم. ولی آقای دکتر همیشه یه جوریه که خجالت زده است از من، به خاطر اسکین کالرم، به خاطر اینکه نتونستم مثل اینا بشم. برای اینکه نفهمیدم اسکین کالر تو به تو چه مربوطه؟ همون آقای دکتر رنگ... من که نخواستم قهوه‌ای به دنیا بیام. نفر من مادر تو سفید خوده. مادر من خیلی قشنگ، همین الان تو همین سنش خیلی خیلی قشنگن، اصلا زیبایی کامل داره. داره مرد و خشمی که داره به من مال همینه. من چرا کوتاه، من چرا پوستم انقدر کاکاویه؟ اصلا کاکاو که خیلی خوشمزه. بعد دیگه چرا میریم بیرون؟ تو همش مشروب میخوری. برای اینکه خجالت خب. میکشم نگاهش اذیتم میکنه. خب نه مشروب که نه مجبورم مشروب بخورم. نه نه خب پدر مادرتون رفتارشون با تو بد و غلطه. اصلا ببین عزیز لطفا حرف من گوش کن، اصلا تو بده 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 بدی قبول، ولی رفتار پدر و مادر تو خیلی بدتره 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 بدتره، اشکال کاری. تو یه مقداری مجبور و محکومی، چاره ای نداری، اونا دارند، ولی من اصلا خوشحال نیستم. اگر مادر دلشون میخواد، خوشبختانه فارسی تون خوبه، دوتایی بیاد روی خط با هم حرف بزن. من حاضرم دو ساعت وقت هم بهتون بدم، برای که دلم میسوزه. تو دختر باهوش توانایی هستی، تو رو به اونجا رسوندن که تو هیچی نیستی و این اشتباه بزرگ. بنابراین لطفاً و حتماً یا بیاد روی خطایی میخوای، اگر نه لطفاً و حتماً اصرار کن به پدر و مادر که شما میخواید برید پلوی یه خانم روانشناس، همین. و حتماً برو عزیز، آمادم کن خودتو برای که صد جلسه بری، برای که کاملاً میتونن تو رو کمکت کنن عزیز. تو میدونی داستان چیه؟ تو داستان اینه که دختری هستی خوب خوب افتادی توی جوی آب کثیف. خب معلومه لباسات کثیف شده، سر و صورت کثیف شده. خب میری لباسا رو در میاری، حمام میگیری، لباس تازه میپوشی، میری سر جا. من مشکلی در تو نمیبینم. مثلا نگاه طریقه برخورد و بحث و گفتگوی تو به حرفایی که میزنی درسته عزیز. حرفات درسته. و کاملا معلوم دختر خوبی هستین. اونا یه انتظار و توقعی دارن که نه من چرا چی به تو گفتم؟ میگفتم من به بچه‌ها میگم مثلا آقای دکتر اون چیزی که من هستم منو نمیبینه. خب اون چیزی که دوست داره پرزنت میکنه به مردم، بعد میاد میبینه خب من اون نیستم، عصبانی میشه از من. خب واه من بهش میگم من اینم نه. ولی حاضر نه. نیست اون چیزی که ذهنش یه چیز دیگه است. میفهمم عزیز، اگر چنینه مادر فکر کنه که تو رو داره مثل یه تاجی که باید بذاره به سرت افتخار کنه. تو هم خوشبختانه نیستی، هیچ عیبی هم نداری. به هر حال عزیزم، اگر اولا دلت میخواد راحتتر انگلیسی، فردا بیا با فرید صحبت کن همین وقت. اگر دلت میخواد با من صحبت کنی حرفی ندارم. اگر مادر دلشون میخواد، مادر یا حتی پدر فرقی نمیکنه، اگر پدر جونم میخوان ازشون خواهش کن بیان روی خط. ولی اگر هیچ کدوم از اینا نیست که من اونقدر توصیه نمیکنم، لطفا و حتما لطفا و حتما بگو من میخوام برم پلو روانشناس و این کارو بکن قبل از اینکه دیر بشه. خیلی
خیلی ممنونم آقای دکتر، خوشحالم که این بار به حرفش گوش دادم، اقلا بهتون زنگ زدم، خدا کنه بشنوه صدای من، خسته شدم. اصلا مهم میفهمم تو مواظب بخواه، میفهمم چی میگی عزیز، میفهمم، تشکر میکنم خیلی، مرسی ازم، مواظب خودت باش، یادت باشه، یادت باشه من کسی نیستم که بعد از اینکه با 40,000 نفر تو این 23 سال و نیم صحبت کردم به یک نفر حرفی غیر واقعی زده باشم غیر از اون چیزی که حس میکنم احساس کنم. دختر خوبی هستی و دختر باهوش و توانایی هستی، اینو گوشه ذهنت داشته باش، بقیهشو بعدا اگر لازم شد با هم حرف بزن یا با روانشناس حرف بزن، مواظب خودت هم باش عزیز. خیلی ممنون.